با وجود این همه رایت بهداشت فردی و اجتماعی باز هم ما این همه مبتلا به بیماری های ویروسی، باکتریایی و انواع سرماخوردگی ها رو داریم این عادی نیست و یه اشکالی وجود داره این ویدیو رو با من همراه باش سلام به دوستان خوبمون امیدواریم هر جایی این کار خاکی که هستین سالم و سلامت باشید فرشت اسفیدانی هستم مشاور بینالمللی سبک زندگی سالم میخوام راجع به راهکارهای تقویت سیستم ایمنی علتهایی که باعث تضعیف سیستم دفاعی بدنمون میشه با هم صحبت کنیم سیستم دفاعی بدن ما یک شبکه بسیار بزرگیه که بخش زیاد اونو گلبولهای سفید و خون تشکیل میدن خیلی وقتا هست که ما تو مرض انواع باکتری ها ویروس ها قرار میگیریم اما اون چیزی که باعث میشه ما بیمار نشیم وجود همین سیستم هست و وقتی هم که بیماری به ما غالب میشه یعنی اینکه این سیستم شکست خورده پس سلامت اون مهمه علتها رو با هم بررسی کنیم استرس اون چیزی هست که باعث میشه این سیستم دچار ضعف بشه زمانی که فرد مستربه و فشار درونی زیادی رو داره تحمل میکنه مغز دستورات درستی صادر نمیکنه اینجا حتی اگر سربازای قوی هم سیستم دفاعی بدن داشته باشه باز هم کاری از پیش نمیبرن چرا چون دستوری رو ندارن نمیدونن چه کاری رو انجام بدن و اینجا میکروبها بیشترین بیشترین استفاده رو دارن و شروع میکنن به تکثیر عامل دوم خواب ناکافی هست اینجا میشه ساعت ها راجبش صحبت کرد خیلی خیلی بخش مهمی این قسمت وقتی گفته میشه خواب کافی برای تقویت سیستم دفاعی بدن تا 24 ساعت 6 تا 8 ساعت فرد باید خواب کافی داشته باشه این زمانش بسیار اهمیت داره این نیست که حالا فرد شب نتونسته به روز 6 ساعت بخوابه آیا جبران همونو خواهد داشت نه این تایم شب خیلی اهمیت داره باید یه نکته ای اینجا بهتون بگم که من اینو خودم بارها تست زدم تایم ده شب تا چهار صبح بهترین زمانیه که ما میتونیم ازش بهره ببریم یعنی خواب تو این تایم کیفیت خیلی بالایی داره بهترین تقویت کننده سیستم ایمنی بدن همین خواب کافی هست ممکنه دو تا فرد که تو یک خونه دارن با هم زندگی میکنن یه تغذیه دارن و ساعت خواب بیداریشون عین همه اما هر دوی اینها یه شب یکیشون خوب میخوابه اما فرد دیگه بیدار هست و دقیقا این دوتا وقتی که تو مرض میکروب قرار میگیرن یا ویروس اون یکی که خواب کافی داشته هیچ اتفاقی براش نمیفته چرا چون سیستم دفاعی بدنش در حالت خوبی داره عوامل بیماریزا رو کنترلش میکنه و اتفاقی نمیفته ولی اونی که خواب کافی نداشته سیستم دفاعی بدنش حالت نرمال نداره و با کوچکترین عامل بیماریزا بیماری غالب میشه و دقیقا این سیستم شکست میخوره پس اهمیت داره که ما خوابمون تنظیم باشه یه خواب هم هست که باعث بیماری میشه یعنی باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن میشه قبل از طلوع خورشید هست بیداری تو این زمان باعث تقویت سیستم دفاعی بدن میشه و خواب تو این تایم باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن میشه علت خیلی مهم تضعیف سیستم دفاعی بدن که تحقیقات خیلی زیادی راجبش انجام شده مصرف شکر سفید هست به شکلهای مختلف واقعیت اینه که وقتی ما شکر سفید رو استفاده می کنیم موقتا سیستم دفاعی بدن ما دچار سراسیمگی میشه یعنی توقف میکنه به حالت کما میره 75 درصد کارایی خودشو از دست میده و دقیقا این همون زمانی هست که میکروبها بیشترین استفاده رو میکنن و شروع به تکثیر میکنن اینجاست که دیگه سیستم دفاعی بدن هیچ کاری نمیتونه انجام بده و بیماری بهش غالب میشه در طول روز هر چند بار ما وقتی روشیدنی های شکردار میخوریم خوراکی های که حاوی شکر سفید هستن داریم میخوریم این بلا رو سر خودمون میاریم و این باعث میشه مکررن دچار بیماری عفونی سرماخوردگی ها آنفولانزا بشیم نتیجه بشه و استرس زیادی رو تحمل کنیم علتها رو با هم بررسی کردیم میخوایم چند مورد بهتون بگم که اگه تو زندگی همون اجرایش کنیم فرهنگش کنیم از خیلی از بیماری ها هم پیشگیری کردیم و هم درمان کردیم یکی از اون موارد استفاده از اصله یعنی فرهنگ استفاده از اصل برامون جا بیفته اگه صبحمون عادت بدیم به خودمون با یه لیوان آب جوشی که ولرم هست یه قاشق اصل بهش اضافه کنیم مقداری ترش تازه و مقداری هم گلاب این یک نوشیدنی شفابخش میتونه باشه پاکسازی دستگاه گوارش رو میده به خاطر سرشار بودن ویتامین C به خاطر لیمو ترش میتونه حمایتگر قوی سیستم دفاعی بدنمون باشه و گلاب هم که یک ضد عفونی کننده و یک ضد التهاب هست ترکیب همه اینها به خاطر عناصر مدنی که اصل داره میتونه یک حمایتگر محکم سیستم دفاعی بدنمون باشه اصل ویتامین های حیاتی داره وجود ویتامین های گروه B برای تقویت سیستم ایمنی بسیار ضروریه بدون این ویتامین ها امکان پذیر نیست حتی افرادی هم که ضعف اعصاب دارن حتما با این شربت رو در طول روز چندین بار تکرارش کنند اصل به خاطر دارا بودن قندهای طبیعی و چون برای جذب نیاز به انسولین نداره خیلی سریع وارد جریان خون میشه و تو بیماری ها بهترین کمک رو به سیستم دفاعی بدن میکنه در زمان بیماری ها ما هر چقدر غذا کمتر استفاده کنیم فراوردهای حیوانی استفاده نکنیم تو این تایم و فقط شربت اصل میل کنیم بهترین کمک کردیم چرا اینکه غذای میکروب ازش گرفته میشه قندهای طبیعی به بدنمون میرسه عناصر معدنی میرسه و فشار از بدن برداشته میشه و این بهترین کاری هست که ما میتونیم انجام بدیم مورد بعدی گنجوندن نمک تو رژیم غذاییمون هست وقتی میگیم نمک یعنی نمک هایی که کاملا طبیعی هستند هیچ فراوری رو اون انجام نشده تحقیقات گسترده ای که انجام شده اینه که اگه سیستم دفاعی بدن ما بتونه عکس عمل خیلی سریع و به موقع داشته باشه تو شرایط نرمالی باشه نیاز به پنج عنصر حیاتی داره چیا هستن روی فسفر سلنیوم پتاسیوم منیزیوم خیلی وجودشون حیاتیه اینجا یه نکته ای هم هست که هی فهمیاد بهتون نگم جالبه بدونین که کمبود عنصر کروم باعث میشه که فرد خیلی اشتهای افراتی به انواع شیر نیجات داشته باشه این هم یه نکته بود حالا ما چطور میتونیم این پنجا عنصر رو بدون دردسر و بدون استفاده از مکمل های شیمیایی تأمینش کنیم استفاده از نمک های طبیعی میتونیم قبل و بعد از غذا مقداری نمک طبیعی رو بچشیم وقتایی که فرد دچار بیماری هست میتونه قرقره کنه مرتب با آب نمک اما اگه میخوایم که وارد جریان خون بشه میتونیم ساعتی یه بار بچشیم یا اینکه سنگ نمک آبی نمک صورتی در دسترسمون باشه و گاهی تو دهنمون مزه کنیم این بهترین حالت هست که میتونیم کمبودهامون رو جبران کنیم لایک شما انرژی زیادی به ما میده و باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده میشه. اگه از کانال ما نیستید سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی ما را از دست ندید.